مریم رجوی در سالگرد 30 دی با مجاهدین در اشرف 3 سیوم دی 1401. هموطنان عزیز، دلیران کانونهای شورشی، خواهران و برادران گرامی در اینجا، اعضا و هواداران مجاهدین در داخل و خارج ایران، زندانیان سیاسی در زندانهای ایران، 30 دی سال روز آزادی مسعود از زندانهای ساواک شاه رو به همه شما تبریک میگم. در آن روز زیر فشار قیام‌های فداکارانه مردم که یکی از مهمترین شعاراشون آزادی زندانی سیاسی بود، رژیم شاه مجبور شد درهای زندان رو برای آزادی آخرین دسته زندانیان سیاسی باز کنه. مسعود همراه با سردار خیابانی و اشرف شهید و بسیاری از کادرهای مجاهدین و فدایی ها به آغوش مردمشون بازگشتند و چشم ایران و مردم ایران به دیدار اونها روشن شد. پیروزی انقلاب بهمن 1357 و سرنگونی دیکتاتوری شاه با راهگشایی پیشتازان فدایی و مجاهد و جنبش انقلابی دهه 50 صورت گرفت. به قول پدر طالقانی، از خون آنها پس از 7 سال سیلاب ها برخاست و راه جهاد را گشودند. اما به علت متلاشی شدن تشکیلات سازمان مجاهدین، بر اثر دستگیری ها و شکنجه ها و زندان و مهمتر از اون ضربه خیانتبار اپورتونیست های چپنما، اون هم در به ویژه مقطع قیام، صحنه سیاسی از خلأ جنبش انقلابی رنج می برد. رهبری مجاهدین در زندان بود. در نتیجه خمینی با سرقت رهبری انقلاب به تحمیل سلطنت مطلقه فقیه رو آورد. کسانی که اون روزها رو به یاد میارن میدونن که در اون روزگار مجاهدین تازه از زندان آزاد شده بودند. از طرف دیگه جریان ارتجاعی به سردمداری خمینی خیز برداشته بود که قدرت رو تسخیر کنه. اما با وجود همه موانع در سالهای اول حکومت خمینی جنایتکار، راستی جنبش ما چرا و چگونه توانست یک شبه ره 100 ساله رو طی کنه؟ چون همه اعضای اون روز سازمان به حقانیت راه و حقانیت مسعود و صداقت و فداکاری یارانش ایمان راسخ داشتند. سازمان مجاهدین از سرمایه های آرمانی و تجربه های تشکیلاتی بزرگی برخوردار بود. این سرمایه ها خیلی زود در بستر مواضع اصولی سیاسی و مرزبندی با حاکمیت ارتجاعی از حالت فشرده بیرون اومد و در گستره جامعه ایران شکوفا شد. تاریخ این 44 سال تایید میکنه که حضور مسعود در قلب کشاکش میان رژیم و مقاومت مردم ایران چه اثر عمیقی داشته و تا اونجا که به سرنوشت و حیات و موجودیت مقاومت و آلترناتیو در برابر رژیم مربوطه
تعیین کننده بوده. روز 30 دی سرآغاز فصل تازه‌ای از تاریخ مجاهدی و نقطه شروع مقاومت به هر قیمت در برابر سارقان انقلاب و در برابر استبداد دینی و روز آغاز ایستادن بر سر موزه. بله، روز تولد جنبش سر موزه ای هاست. راستی اگر مسعود در برابر خمینی و دود و دم اسلام پناهی یا به اصطلاح مستضعف گرایی اما عمیقا ضد مردمی اون نمی‌ایستاد، اگر 4 روز بعد از آزادی از زندان در اولین سخنرانیش در دانشگاه تهران اون هم در بحبوحه دود و دم خمینی گرایان دم زدن از انقلاب اسلامی رو نفی و بر انقلاب دموکراتیک ایران تاکید نمی کرد، اگر با تاکید بر مبارزه با ارتجاع و انحصار طلبی نمایش های ضد استکباری اون یعنی فریبکاری هاش برای حذف رقبا و نیروهای انقلاب و پوشوندن قصب حاکمیت مردم رو به چالش نمی کشید و افشا نمی کرد، اگر رو در روی شیادی و خیانت جبهه متحد ارتجاع بر کلمه آزادی و تقدم و اولویت مبارزه برای آزادی به عنوان شاخص و تضمین انقلاب پافشاری نمی کرد، اگر در مقابل تنور کشیدن ها و سرکوبگری های خمینی علیه مردم ستم زده کرد و سایر ملیت‌های سرکوب شده نمی ایستاد، و اگر از ابتدا در برابر شعار خمینی ساخته یارو سری یا تو سری و مرزبندی بین با حجاب و بی حجاب، با دین و بی دین نمی ایستاد و مرزبندی اساسی میان آزادی و استبداد را استوار نمی کرد، همچنین اگر یک تشکیلات منسجم و گسترده رو در فرصت بسیار محدود، اون هم بعد از پیروزی انقلاب تا از سرگیری اختناق و سرکوب برپا و شکوفا نمی کرد، و اگر مسعود قانون اساسی ولایت فقیه رو نفی نمی کرد و در مقابل چماقداران سازمان داده شده خمینی اون هم در اون ایام کوتاه می اومد و خواستهای مردم ایران رو در طرح‌ها و برنامه‌های انتخاباتی خودش اعلام نمی کرد، اگر در زندان‌های شاه و در دوره 28 ماهه قبل از 30 خرداد با مبارزه با اپورتونیسم چپنما و جریان راست ارتجاعی و زدودن غبار از رخ دین مرزهای عقیدتی مجاهدین رو این چنین استوار نمی کرد و در کلاس های تبیین در دانشگاه شریف نسلی رو بر اساس پیام رهایی بخش اسلام انقلابی تربیت نمی کرد، و باز اگر بعد از کشتار مردم در تظاهرات مسالمت آمیز 30 خرداد در برابر استقرار دیکتاتوری مذهبی و سرکوب آزادی کشی به مقاومت تمام عیار فرا نمی‌خواند، و راستی اگر شورای ملی مقاومت رو به مثابه یک جایگزین دموکراتیک کثرت‌گرا و مستقل و پرچمدار یک راه حل انقلابی و مردمی تأسیس نمی‌کرد و همواره نبرد بی امان با ارتجاع و دیکتاتوری مذهبی رو شاخص قرار نمی‌داد و اون رو به عنوان شاغول اتحاد و همبستگی نیروهای جبهه خلق معرفی نمی کرد، و باز اگر در کوران کشدار مهیب دهه 60 و در اوج هیستری جنگ افروزانه خمینی ارتش آزادی بخش ملی رو برپا نمی کرد
و جام زهر آتش بس رو به حلقوم خمینی نمی ریخت و اگر در مقابل های و هوی اصلاح طلبی و میان بازی با شجاعت تمام نمی ایستاد و طینت شیادانه اونها رو و وفاداری ذاتی اونها رو به ولایت فقیه برملا نمی کرد و اگر پرداخت و فدای حد اکثر رو منش و روش خود نمی کرد و همچنین نسل در نسل مجاهدین رو با همین منش تربیت نمی کرد، اگر زنان و مردان مجاهد رو در کوره انقلاب و آزمایش صدق و یگانگی آبدیده نکرده بود که سازمان و تشکیلات خودشون رو در سخت‌ترین اوضاع برای آزادی ایران آبدیده کنند، و باز اگر از خونهای پر ارج شهدای مجاهد خلق از ابتدا تا انتها حفاظت نمی کرد و این چنین نام و راه و آرمان اونها رو در تاریخ به ثبت نمی داد، و به راستی اگر استراتژی نبرد آزادی بخش رو به هزار اشرف و کانونهای شورشی بالغ نمی کرد تا قیامها و جنبش عظیم اعتراضی مردم رو به سرنگونی رژیم سوق بدهد، راستی چه پاسخی برای شرایط انقلابی و جوشان جامعه و هدایت اونها علیه سرکوب و کشدار ولایت فقیه وجود داشت؟ جامعه خشمگین که دیگر نمیتواند فشار سرکوب وحشیانه و غارت و چپاولگری این رژیم را تحمل کند، جامعه‌ای که بیش از 40 سال زیر بار انواع اجبارات از حکومت اجباری، دین اجباری و حجاب اجباری به سطوح آمده است، جامعه‌ای با هزاران شهید راه آزادی و مادران داغدار اون هم در سراسر میهن اسیر، راستی برای همه این درد و داغ ها و ابتلاعات اون هم در صرف اصل های تاریخی چه پاسخی وجود داشت؟